شجاع‌ترین مردم معترض ایران. دو هفته دوم مرداد 1400 تحصن کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود و حمایت مردم اصفهان از این تحصن و کم کم بقیه استانهای همجوار و حتی دورتر شمال به گرد همایی عظیم اعتراضی منجر شد. بعد از نیمه شب 4 آذر 1400 نیروهای ویژه حکومت میریزن تو جمعیت متحسن، چادرها رو آتیش میزنن. اینا کار نیروی انتظامیه که چادرها رو آتیش زدن و کار یگانهای ویژه. حالا که مصوبات خیلی خوبی گرفته شده، چند ساعت بعد مردم رو میبندن به گلوله های ساچمه ای. ویدیوهای ارسالی به صدای آمریکا نشان میدهد که نیروهای امنیتی و پلیس با حضور سنگین در محل و شلیک گاز اشکاور تلاش کردند برخلاف جمعه پیش مانع تجمع گسترده مردم در بستر خشک زاینده رود و نزدیک پل خواجو شوند. گاز اشکاور زدند. شاهدان عینی به صدای آمریکا گفتند که ماموران حکومت برای متفرق کردن معترضان به سوی آنها گلوله های ساچمه‌ای شلیک کردند. عده‌ای از این معترضان به بیمارستان منتقل شدند. صحنه ای از آتش زدن یک موتور ماموران. معترضان در واکنش به حمله ماموران از خود دفاع کردند. شهر اصفهان و شهرهای اطراف در روزهای گذشته صحنه یکی از بزرگترین تجمع‌های اعتراضی مردم به سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت آب بودند. تظاهراتی که طی دهه گذشته بی سابقه قلمداد شدند. بله، این اعتراض‌ها ادامه اعتراض‌هایی بود در سال 1400 که از تیر ماه شروع شده بود. تهران، شیراز، بابل، بابلسر، آمل، قائم شهر، کازرون، اینا شهرهایی بودند که مردم معترض به وضع موجود شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور میدادن. ویدیوها رو مکرر در فضای مجازی دیدین. دو تیکش رو ببینین در تهران پارس تهران و معالی آباد شیراز. تظاهرات تو شهرهای دیگه هم گسترش پیدا کرد با انگیزه اولیه بیابی که به قیام تشنگان معروف شد در سال 1400. در خارج از کشور هم تجمع ایرانیا در پایتخت‌های کشورهای مختلف روز به روز بیشتر شد و حمایت‌های بین‌المللی رو برانگیخت. همین امسال هم از همین الان این برای نمونه حمایت سناتور متنفذ مارک روبیو در مجلس نمایندگان این کشوری که از تظاهرات مردم ایران در واقع از قیام تشنگان حمایت کردند. امسال هم از الان زمزمه بی آبی در واقع مشکل جدی آب و اعتراضات مردم در ایران شنیده میشه.